شنوندگان گرامی قبل از شنیدن مطالب این فایل ویدیویی خواهش میکنیم هرگز جهت معالجه بیماری ها بدون نظر پزشک خود اقدام به خامخاری نکنید این کتاب صوتی برای درمان بیماری ها نمی باشد و فقط برای درمان از پزشکتان یاری بجویید خامخاری قسمت سی نامه‌ای که در دست شماست از یک ارمنی است که به واسطه شما کاملا سالم و خوشبخت گردیده و با دویدن خود معتاطین را در شگفت می‌اندازد. داشتن یک فرزند بزرگ مانند شما برای ملت ما یک افتخار بزرگ است. شما برای بشریت گول خورده و زمنان برای من راه نجات حقیقی را باز کرده اید و من تا ابد مدیون شما خواهم بود. من با دویدن خود ثابت نمودم که غذای طبیعی به پاهای سوس شده من چنین نیرو بخشیده که بدون خستگی دهها کیلومتر میدوم اشخاص نافهم با حرف قانع نمیشوند ولی وقتی با چشمان خود میبینن که چطور مانند ورزشکار 20 ساله میدوم سرشان را پایین میآورند و خاموش میکردند با این عمل خود تعداد معتقدین را افزایش میدم و بسیار خوشحالم که به این وسیله وظیفه قدرشناسی خود را نسبت به شما تا اندازه که در خوره است انجام میدهم بگذار اسم پر افتخار شما در گنجینه طلایی تاریخ جاودانی بماند ای دوست بزرگمنش من که تک و تنها با کوشش خستگی ناپذیر و اراده راسخ غذای واقعی انسان را کشف کرده و برای نابینایان یک راه روشن باز نموده اید. من در انستیتوی ورزشی دولت ایروان تحصیل نمودم. ده سال کشتیگیر بودم ولی در نتیجه تقضیه غلط به زودی از فعالیت افتادم. انواع بیماری ها وجودم را احاطه کرده وزنم به 90 کیلو رسید. از پیشهی که دوست داشتم محروم شدم و اجباراً به پیشه عکاسی متوصل شدم. در نتیجه زندگی راحت و از امن روز به روز وخیمتر گردید. یک راه نجات جستجو می نمودم. راجع به بهداشت کتاب های متعددی می دنبال یک کلید می تا این در بسته را باز کنم. بالاخره این کلید پنهانی را در کتاب شما پیدا کردم که با تمام وجودم سهر شده و سرتاسر سر آن را خواندم. فورا به غذای طبیعی چسبیدم به زودی کلیه گوشت های زائد و سموم را از بدنم دور نمودم همه بیماری های من ناپدید گردیدن و وزنم به 65 کیلو رسید مجددا وارد میدان ورزش شدم نخست به تنهایی و سپس با دوستانم شروع به دویدن کردم این عمل من به زودی توجه تمام مردم ارمنستان را به خود جلب نمود و فیلم آن را در تلویزیون نشان دادند. در دوازدهم ژوئن 1971 50 کیلومتر دویدم و به جایزه اول نائل گردیدم این بزرگترین هدیه 44 امین سال روز تولد من بود که همان شب با دوستانم جشن گرفتیم بین مهمانان جای افتخاری را دوست گرامی ما هایکانوش در هوانسیان اشغال کرده بود که چند تا از نامه های شما و نامه‌ای که خودش برای روزنامه آوانگارد نوشته بود را با هیجان زیاد برای ما خواند همگی با کف زدن بلند شدیم و به سلامتی شما آب میوه در حقیقت ما با وجود شما سر بلند و خوشبخت بودیم. اکنون 6 سال است که من 100 درصد زنده جسم و روح من کاملا سالم و متعادل شده. هر روز صبح از ساعت 5 با دوستانم 25 30 کیلومتر میدوم بدون کوچکترین خستگی سر کار خود میروم. برای مرد که ایمان ندارند این یک ضربه محکم و بیدار کننده می باشد. مقاله ای را که تحت عنوان بیایید با هم بدویم نوشتم و قسمتی از آن در مجله ورزشی چاپ شده است برای شما ارسال می دارم. نامه بعدی بچه من در سال 1963 کاملا سالم به دنیا آمد ولی شیر مادری نداشتم. پدرش پروفسور جاهوکیان و سایر پدشکان توصیه نمودن برنج را بپزم و آب آن را به بچه بدهم. هر روز همین غذا را آنقدر دادم که بچه سال گرفت در بیمارستان پسرم را به قدری سم تزریق نمودند که بدنش را پاره پاره کردم و او را کشتند اکنون من به واریس دچار هستم به آب معدنی سوچی رفتم همام گرفتم ولی فایده نکرد تصمیم گرفتم دستورات شما را اجرا کنم و مطمئنم که خوب میشوم در نزدیکی ما خانواده هست که با زن و بچه هایشان و خیلی سالمند پنجه پنجه هزار و و ما در مسکو زندگی می کنیم. شاید بدین جهت بود که با کتاب های شگفت انگیز شما دیر آشنا شدیم. چهار نفر از خانواده ما در رشته های مختلف علمی به مقام دانشمندی رسیدند. ما همگی مثل یک نفر به حرفهای شما اعتقاد پیدا کردیم و متفقا تصمیم گرفتیم پیروان شما شویم. مخصوصا مادرم پنج ماه است که سخت به خامخاری چسبیده و کتاب شما را از دست خود زمین نمیگذارد. او دو سال پیش دچار سکته قلبی شد انگشت های دست راستش به سختی باز می شود و قادر به نوشتن و دوختن نیست او بیماری قند هم داشت بعد از خامخاری فشار خونش به حد معمولی رسیده و آزمایش خونه او دیگر قند را نشان نمی دهد. افسوس که کتاب های شما به زبان روسی ترجمه نشده زیرا در مسکو خیلی هستند که میخواهند آن را بخوانند. به خصوص همسایه های ما که بین آنها خانواده ای هست که یک بچه پنج ساله دارد با 62 کیلو وزن که به زور حرکت می کند. ما می خواهیم خامخاری را در مسکو توسعه دهیم و برای این کار احتیاج به کتاب های شما داریم. نامه بعد یک آن روز که کتاب های شما رسید در منزل ما یک جشن واقعی برپا شد. ولی چند روز بعد وقتی ده جلد از نشریه تازه به ما رسید مادرم از خوشحالی شروع به گریه نمود چون دست راست مادرم ضعیف است از من خواهش کرد چند کلمه از طرف خود به شما بنویسم برادر من هیچ قلمی و هیچ زبانی قادر نیست شر بدهد که برای مردم این دنیا چه کار بزرگ و مقدسی را انجام می دهید ما امکان سعی می کنیم اهالی مسکو را با اصول خامخاری آشنا کنیم دختر من که این نامه را می نویسد زبان است. او کتاب شما را به زبان روسی ترجمه می کند. اینجا احتیاج به آن زیاد است. فقط هشت ماه از خامخالی را شروع کردم ولی آزمایش خون و ادرارم چون یک جوان نشان می دهد. بیماری قند کاملا معالجه شده و از فشار خون هیچ صحبتی نیست. خودم را به قدری خوب احساس می کنم که تک و تنها به هواپیما نشسته به باکو رفتم تا برادرم را نیز نجات دهم. همان روز برادر من خامخاری را شروع کرد و چند هفته بعد همسر او به ما ملحق شد آنها از بیماری های قلب و کبد رنج می بردند ولی حالا از این بیماری ها خلاص شدند برنامه تغذیه ما روز به روز وسعت و تکامل پیدا می کند نوه سه نیم ساله من دیگر نمیگوید گرسنم، میگوید ما در خامخاری بده <تصفح> او گندم، سیب زمینی و سالادها را با میل فراوان می خورد. اینها سخنان مادرم بود حالا چند کلمه من اضافه میکنم. 147 نفر انگلیسی و امریکایی برای تحصیل زبان روسی به مسکو آمدند. من هر روز به آنها درس می دهم. یک روز برای درس بلتنهای انگلیسی شما را بین آنها توضیح نمودم که بخوانند و راجع به آنها با زبان روسی صحبت کنند. یک سکوت کامل حکم فرما شد. بلتنهای شما توجه آنها را کاملا به خود جلب نمود. با دقت تمام آنها را خواندند و سپس یک کنفرانس واقعی شروع شد که من هم نقش نماینده شما را بازی می کردم. بین آنها پزشکان نیز هستند آنها اسم کتاب و آدرس شما را یادداشت نمودند دو نفر یکی از بستون و دیگری یک ژاپنی گفتند سعی میکنیم برای ملاقات آقای آوانسیان به تهران سفر کنیم نامه بعدی معجزه هایی که توسط خامخاری نصیب مردم می شود را بیش از سه سال است که می شنویم و می بینیم. بیشتر مردم که از چندین بیماری رنج می بردن در جلوی چشم ما از بیماری ها به کلی نجات پیدا کردند. هفت نفر از بستگان ما خامخار شدند و هیچ کدام از آنها از کارشان ناراضی نیستند. فلسفه خامخاری به من و خواهرم نیز سرایت نموده ولی متاسفانه کتاب شما را نداریم. نامه بعدی 22 سال است در علم تب کار می از این 22 سال در ده سال اخیر از تبابت دست کشیده فقط در مطالعات علمی تلاش می کنم. در این مدت راجع به مختل شدن سوخت و ساز اسید اوریک و رابطیان با بعضی بیماری ها مطالعه نموده به این نتیجه رسیدم که زیادی پروتئین سبب پیری زودرس می شود. بدون اینکه در جایی خوانده یا شنیده باشم در مغز من راجع به ضرورت مصرف غذای خام فکری پیدا شد بعدا مطلع شدم که سایر دانشمندان در این باره مطالعاتی نموده ولی نتوانستن این فکر را به پیروزی برسانند تا اینکه کتاب شما را خواندم و حذ نمودم از اینکه عقیده ای را که در فکر من تولید شده بود شما به خوبی ثابت نموده اید و افکار مرا روشن ساختید ولی افسوس وقتی پزشکان هنوز حقیقت را نمیشناسند مردم معمولی چطور می توانن معنی آن را بفهمند برای اطرافیان من عجیب به نظر می آمد وقتی من مصرف داروها را به بیماران قدقن می کردم این است که از تبابت دست کشیده و به مطالعات علمی پرداختم من موفق شدم قوانین بیوفیزیک پیدا کنم که صحت گفته های شما را به خوبی ثابت می نماید رئیس آزمایشگاه فیزیولوژیک برای مطالعات علمی وزارت بهداری ارمنستان خواهر بزرگم یک آموزگار بازنشسته است که در ایروان زندگی می کند. من همیشه برای او دست دستی کتاب میفرستم و او این کتاب ها را از طرف من به بیماران و خامخاران نوادوس هدیه می کند. من از نامه های بیشمار او بعضی اقتباس ها را جمع آوری نموده در اینجا ذکر می نمایم. آرشاویر عزیز میدانم که این نامه تو را خوشحال خواهد کرد. خامخاری هم در ایروان و هم در استانهای دیگر خیلی سریع پیشروی می کند. روزی نیست که کسی به من تلفن نکند و یا به ملاقات من نیاید. آنها یا برای کتاب و یا برای مشورت به خانه من می آیند. من کتاب تو را به اشخاصی می که واقعا نیاز مندن. اینجا به کتاب احتیاج زیادی است. کتابها آنقدر دست به دست می گردند تا پاره پاره می شوند. من خیلی ناراحتم از اینکه هر کس تقاضا می کند تو به طور رایگان کتاب میفرستی چطور می توانی این خرج سنگین را تحمل کنی تو تصورش را هم نمی توانی بکنی که چقدر بیماران سخت با خامخاری شفا می آنها واقعا تو را می مردم اینجا بشر دوست هستند و همین که یک نفر خوب می شود او معالجه بستگان خود را بر عهده می گیرد و پنج شش نفر دیگر را هم از بیماری های نجات می اینها مانند یک زیارتگاه به منزل من میآیند و سرگذشت خود را نقل می کنند. اشخاصی که قادر نبودند حتی یک قدم راه بروند الان ده ها کیلومتر راه پیمایی می کنند. اکنون از استانهای دیگر برای دیدن من میآیند رئیس کتابخانه استفانا کرد برای کتاب خامخاری پیش من آمده بود و می گفت کلیه خوانندگان کتابخانه کتاب خامخاری می خواهند ولی ما نداریم. آقای دیگری می گفت که در ده ماه هفتاد نفر خامخار می باشن که هیچ کدام از آنها کتاب ندارند فقط من دارای یک کتاب هستم و آنها برای مطالعه آن دور من جمع می شوند. خامخاری روز به روز توسعه بیشتری پیدا می کند و معالج شدگان به اندازه زیاد هستند که نمیدانم از کدام آنها بنویسم. سه روز پیش پزشک جوانی به منزل من آمد و تعریف نمود که بیماری داشت مانند مالاریا که هفته ای دو سه روز با تب شدید در رختخواب میافتاد. می افتاد. تمام بدنش خورده شده بود و خیلی ناتوان و ضعیف بود. شبها خوابش نمیبرد و در یک وضع تحمل ناپذیری قرار داشت. همسرش با 85 کیلو وزن دارای پاهای ورم کرده، رکای بیرون آمده و در یک وضع می زندگی میکرد سه ماه می باشد که این خانواده با سفرزند خود صد درصد خامخار شدند و حتی یک لقمه نان هم نخوردن. اکنون از ناراحتی ها به کلی بهبود یافتند. او می یک روز باید شما را به منزل خود ببرم تا مشاهده کنید که چطور بچه های من در چله زمستان همام می گیرن و فوری میروند در هوای آزاد میخوابند. برادر شما یک فیلسوف است این خدمت بزرگی است که برای بشریت کرده شوهر خواهر ایشان دکتر پروفسور است که قصد دارد یک مقاله علمی از خامخاری تهیه کند یک بیمار دیگر که 115 کیلو وزن داشت 20 سال تمام بود که از ورم دست و پا زجر می برد. در همان 20 روز اول خامخاری 10 کیلو از وزن بدنش کم شد پسرش می گفت پدر من که قبلا قادر نبود دست و پای خود را حرکت دهد حالا مانند یک بچه راه می رود. آنها همیشه برای شما و آنهایی دعا می کند. یک جوان 28 ساله بیماری کلیوی داشت که بدنش ورم کرده بود. حال او به طوری وخیم بود که امیدی برای معالجه نداشت ولی حالا در اثر خامخاری به کلی خوب شده است. اشخاص روشن فکر همین که میشنوند که غذای پخته ارزش غذایی ندارد بدون اینکه کتاب شما را ببینند با تمام خانواده خامخار میشوند. رئیس اداری که دخترم در آنجا خدمت میکند با خانواده خود خامخوار شده است. خواهر او یک کودک یتیم را به فرزندی قبول نموده و او را هم با خامخاری بزرگ می کند. موهای سر مادر او که تقریبا 80 سال دارد در بعضی قسمت ها سیاه شده است. او می گوید خجالت می کشم که مردم خیال کنند در این سن موهایم را رنگ می زنم. مادر شوهر خواننده معروف افلی یا هامبار سومیان های کانوش در آوانسیان چند بار به منزل ما آمده است. او یک زن فهمیده و تحصیل کرده است. همیشه سالات ها و کیک های خوشمزه در منزلش درست میکند و میآورد. روی کیک به صورت جالبی با کشمش و بادام اسم تو را نوشته بود. من از عمل او تحت تأثیر قرار گرفته گریه نمودم. او از خوشحالی قرار و آرام ندارد. مرا بغل می گیرد و میگوید برادر تو مرا از مرگ حتمی نجات داده است.